نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز، با پندهای نورانی و حکمت نبوی در خدمت شما هستیم. یک پایه دین ما فرمایشات رسول ماست که توسط صحابه به ما رسیده و علمای ما در کتب مختلف جمع کرده. امروز هم در مورد قرآن کریم صحبت می‌کنیم و احادیثی که پیرامون این موضوع هست رو خدمت شما خواهیم گفت. برخی از احادیث، آیا دوست دارید؟ شیعه ها خصوصا خیلی دوست دارن دنبال شفیع میگردن. ما و شما دنبال شفیع هستیم که در روز قیامت شفاعت کنه و ما به بهشت بریم. آیا دوست دارید که شفیع روز قیامت رو بشناسید؟ بله، پس به سخنان حضرت ابوهریره رضی الله عنه گوش کنید که ایشون از پیغمبر خدا شنیدن. ببینید، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن که ایشون فرمودن، یعنی حضرت پیامبر فرمودن، ان سوره من القرآن 30 آیه شفعت للرجل حتی غفر له و هی تبارک الذی بیده الملک. ببینید، بعضی از آینده است که پیامبر ما اینطوری صحبت میکنن که انه گذشته است، چون که قیامت میاد، لذا پیامبر لفظ گذشته رو برش به کار میبره، چون یقینا میاد. فرمودن که در قرآن یک سوره هست که 30 آیه داره و این کسی که این سوره رو حفظه یا خونده، این در حدیثی است که هر شب بخونه، این باعث میشه که او شفاعت میکنه که خدا او رو ببخشه. و این سوره چیه؟ سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. سوره ملک هستش که در قرآن کریم جزء 29. خب، اما پس شفاعت، فهمیدید که چجوری باید شفاعت کنید، چجوری شفیع پیدا کنید. شفیع قرآنه. دیگه هم حدیث ها هست، امروز براتون میگم. آیا دوست دارید که مثلا، ببینید، ما میگیم خانه خدا، اهل الله. عرضم به شما که بیوت الله. آیا شما دوست دارید که بندگان خاص خدا باشید؟ بازم سخنان انس ابن مالک رو بشنوید، خادم رسول الله، که ایشون از پیامبر چی شنیده. بیارید لطفا تو فرمون. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه میگه که من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که ایشون فرمودن ان لله اهلین من الناس، قیل یا رسول الله و من هم؟ قال اهل القرآن هم اهل الله و خاصته. حضرت انس میگه که پیامبر فرمودن که خداوند در زمین دو اهل داره، مثلا بگید دو بیت الله هست، مثل دارم میگم، یعنی دو بندگان خاص داره. صحابه پرسیدن یا رسول الله اونا کیان؟ اولیش که معلومه اولیاء الله دیگه، اصلا تو قرآن هم اومده ولیال، دوستای خدا، اونا که هست، اون پیامبر دیگه ذکر نکرده چون همه میدونستن. دومی کیا هستن؟ کسایی که قرآن زیاد میخونن، اهل القرآن، کسی که زیاد قرآن میخونه، اینها میگه اهل الله هستن. مثل که ما میگیم اهل البیت، بیت الله، یعنی خدا به اینا توجه خاصی داره، بندگان خاص خدا هستن. پس با مقامی میخوای به مقام بزرگی برسی، ملازم قرآن شو، تا اونجایی که میتونی قرآن بخون. الله به من و به شما توفیق بده. حدیث بعدی هم این رو تایید میکنه که شما ببینید، اگر ما که مثلا قرآن رو چی میکنیم، تعظیم میکنیم، بوس میکنیم، یا خانه خدا رو مثلا احترام برش داریم، یا بندگان خاص خدا رو، ما به خاطر خدا مثلا یک بنده ای رو دوست داریم که بنده خوبیه. در این حدیث پیامبر میفرمان که سه چیز است که اونا رو عزت کنی، در حقیقت احترام برای خداوند قائل شدی، یعنی مربوط هستن به خداوند. اونا کی هستن؟ این رو حدیث و حضرت ابو موسی اشعری، یار بزرگ پیامبر، نقل میکنه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان من اجلال الله عز و جل اکرام
زی شیبت المسلم و حامل القرآن غیر الغالی فی ولا الجافی ان و اکرام زد سلطان المقصد. فرمودن که کسی که پیرمرد مسلمان رو احترام کنه در حقیقت داره احترام به الله پاک، یا نه اینکه حالا بگه این پیرمرد خداست، منظور این است که مثل که مثلا شما احترام خانه خدا رو داری، احترام مؤمن رو داری، احترام مادرت رو مثلا باید داشته باشی. پیرمرد مسلمان رو احترام کنی خداوند خوشحال میشه که نو خدا رو احترام کردی. همینطور حامل قرآن رو، کسی که قرآن رو حفظه، این رو حفظه ولیکن به خاطر خداست، نه از دوری میکنه بهش عمل میکنه نه باش کارهای بد میکنه. و سومین گروه کی هستن؟ پادشاهی که عادله. احترام پادشاه عادل هم واجبه، پادشاهی که عادل باشه احترامش واجبه و این در اینها همه ثواب است به خاطر اینکه الله پاک راضی میشه. خب اگر در قرآن انسان معنی چیزی رو نفهمید چی باید بکنه؟ با هم دیگه میگه بحث نکنید در قرآن. آیه رو ببینید، ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که الجدال فی القرآن کفر فما عرفتم منه فاعملوا و ما جهلتم منه فردوه الی عالمه. فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم که بحث و جدال و دعوا درباره قرآن که این معنی رو میده این معنی میده، این کفر، این خوب نیست، شما رو به کفر میرسونه. معنیشون اونی که برای شما معلومه عمل بهش بکنید، اونی که معلوم نیست برید از یک عالمی بپرسید که میدونه تفسیرش رو. حالا یه ده حدیث دیگه اومد که ول کنید، حتی چون که بعضی از احادیث برای آینده است. مثلا الان یعجوج ماجوج، ما تو قرآن میخونیم که یعجوج ماجوج میاد، ما که نه یعجوج ماجوج دیدیم، چند تا حدیث در موردش داریم، بحث زیاد در موردش درست نیست. حالا یکی میگه مثلا میگه یعجوج ماجوج چینی ها هستن، یکی میگه نمیدونم مردم در قطب شمال هستن، به اینا همه حرفای نیاز به بحث نیست. در قرآن بحث نکنید، فهمیدید عمل کنید، اختلاف نکنید. قرآن برای نیومده که با هم اختلاف کنید، حد اکثر برید از عالم دین بپرسید. این یک آداب قرآنه که باید یاد داشته باشیم. نگاه کنید اینجا این حدیث خیلی جالبه که عبدالله ابن مسعود خودش یک کسی است که مفسر بزرگ قرآنه، پیغمبر گفته قرآن از او یاد بگیرید. اما علقمه چی میگه؟ میگه من آدمی بودم که صدای خیلی خوبی داشتم و با قرآن رو با صوت خیلی خوبی میخوندم، با صدای خوب. میگه حضرت عبدالله ابن مسعود بر من میفرستاد، به من میگه بیا پیش من، و باز به من میگفت که بخون برای من که پدر مادر من فدای تو بشه، برای من قرآن بخون. یعنی با اینکه خودش عالم دین و قرآن بوده، مفسر بوده، ولیکن صوت این آقای علقمه از او بهتر بوده دیگه، میگفته تو بیا برای من بخون. خدا همه چیز به یک نفر نداده. باز گفتی که من از پیغمبر خدا شنیدم صلی الله علیه و سلم، این کی میگه؟ حضرت عبدالله ابن مسعود میگه من از پیغمبر خدا شنیدم که ایشون فرمود حسن صوت زینت القرآن. صدای خوب این میگه زینت قرآن، یعنی قرآن زینت میده، صدای خوب قرآن رو زینت میده. خدا به بعضی ها داده، نعمتی است که قدرش رو بدونن. حضرت براء ابن عازب هم در این مورد گفته که پیامبر فرمودن صلی الله علیه و سلم حسن القرآن به اصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. میگه با صدای خوب تا اونجایی که میتونید قرآن رو بخونید، چون صدای خوب خوبی قرآن رو نمایان تر میکنه. شما میبینید بعضی قاری ها که میخونن ماشاءالله الله پاک به اینا صدایی داده، البته عمل مهمتره تا صدا، یعنی که بعضی صداش دارن ولی عمل ندارن که خدا به اونا رحم کنه. آیا میخواهید بدونید که بهترین آدم ها کیا هستن؟ بهترین کیا هستن؟ پیامبر ما به ما خبر داده، حضرت انس خادم رسول الله، ایشون میگه من از پیغمبر خدا شنیدم که فرمودن خیاركم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد میگیره و به مردم یاد میده، بهترین شماست. یعنی این از بهترین کاراست، کسی که انجام میده از بهترین مردم که به مردم قرآن رو یاد میده و خودش یاد میگیره. هر دو گروه بهترین هستن، برای همین است که در این جلسات قرآن فرشته ها نازل میشن. اینجا حضرت
عقبت ابن عامر رضی الله عنه میگه که پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلم شنیدم که ایشون فرمودن یخرج من امتی اقوام یشربون القرآن کشربهم لبن. میگه در اقوام از امت من اقوام پیدا میشن، گروه های پیدا میشن که قرآن رو مثل شیر میخورن. معنی این حدیث چه؟ مگه قرآن خوردنیه؟ یعنی تون تون میخونن، معنیش نمیفهمیست که شیر آدم میخوره، همتون میخوره تو حلقش میره راحت، یعنی خوردن شیر راحت دیگه، جویدن هم نمیخواد هیچی. یعنی میگه بدونی که معنیشو بفهمن تون تون میخونن. و ما میبینیم که بعضی مردم هستن که فقط شروع میکنه قرآن، در فکر این است که به پایانش برسه، مثل که داره شیر میخوره، یعنی فقط میخواد که بخونه. من بازم میگم که خوندن قرآن نمیشه گفت ثواب نداره، ولیکن باید معنیش هم انسان تدبر کنه. حدیث بعدی بازم در مورد شفیعه. شما دنبال شفیع میگردید؟ پیغمبر ما گفته که قرآن و روزه شفیع هستن، یعنی شفاعت میکنن روز قیامت. روز قیامت انسان هیچی نداره، نه پدر به درد میخوره، نه پیغمبر به دردش میخوره، نه هیچی. اول باید که الله پاک اجازه شفاعت رو بده. مثلا شهید نمیتونه برای برادرش شفاعت کنه، پیغمبر نمیتونه برای امت شفاعت کنه مگر اجازه بگیره. پس به دردش نمیخورن، عملش به درد میخوره. و خدا به کسی اجازه شفاعت میده که عمل داشته باشه. منتها بعضی هستن که بدون اجازه شفاعت میکنن. اونا کیان؟ خود عمل، خود عمل. حدیث برای شما میگه حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما که بنده صالح خدا بوده به گفته پیغمبر، همین عبدالله ابن عمرو، ایشون میگه که من از پیغمبر خدا شنیدم صلی الله علیه و آله سلام که فرمودن الصیام و القرآن یشفیان للعبد فیقول الصیام ای رب انی منعت الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فی فیقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فی فیشفعان. روزه و قرآن روز قیامت میان، اجازه هم نمیخوان از خدا، میگن که خدایا برای شفاعت میان. روزه بلند میشه میگه که خدایا، حالا دیگه خداوند به هر کسی یک شکلی میده، روزه هم اونجا به صاحب شکل و صدا میکنه، میگه ای خدا جان من اینو مانع شدم که روزه غذا بخوره و به شهوات خودش بپردازه در روز. و قرآن میگه که خدایا منم مانع شدم، یعنی به من مشغول بوده که شب بخوابه، یعنی بلند میشد و قرآن میخونده. پس شفاعت ما در موردش قبول کن، خداوند شفاعت این دوتا را قبول میکنه. پس دنبال شفاعت سر قبران نرید، به قرآن بچسبید، به روزه های نفلی بچسبید، یا حداقل روزه فرض و واجب ماه رمضان که رو دیگه حتما بگیرید. در حدیث بعدی حضرت سماره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلام یک راهنمایی کردند. طیبو افواه حکم بالسواک، طیبو افواه حکم بالسواک فانها طرق القرآن. میگه پاک کنید دندونای خودتون رو، دهانای خودتون رو، افواه جمع دهان هاست، با مسواک، این راه قرآن است. یعنی شما چون با دهانتون قرآن رو تلاوت میکنید، پس دهان خود رو وقت تلاوت قرآن پاک کنید با مسواک، به سواک. بله. اما حدیث بعدی میخواد بگه کسی که قرآن رو به جمع باشه در قلبش در آتش نمیسوزه، البته نیتش برای خدا باشه. اسمت ابن مالک الختمی حدیثی رو گفت و یک حدیثش این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لو جمع القرآن فی احاب ما احرق الله عز و جل فی النار. اگر قرآن میگه در پوسته نمیدونم پوستی هست که شدید الاشتغال، یعنی زود سریعا آتش میگیره، میگه قرآن اگه در اون جمع بشه خداوند اون رو در آتش نمیسوزانه. طبعا منظورش معنی مجاز است که اگر بدنی، اگر انسانی قرآن رو، یعنی میخواد بگه اینجوری به قرآن انسان رو حفظ میکنه، قرآن رو حفظ کنه در قلب خودش، در دل خودش، به آتش نمیسوزه. البته ما حدیثی دفعه قبل داشتیم که قاری قرآن رو اول از هم به جهنم میندازه و آتش اصلا با افتادن او شعله ور میشه. اون به خاطر اینکه نیتش برای خدا نبوده. اصولا هر کاری باید نیت برای خدا باشه، صدقه، نماز، روزه،
هر چیزی باید نیت برای خدا باشه. یک دفعه یک صحابی بلند شد گفت یا رسول الله ما جهاد میکنیم و چیز دیگر هم دوست داریم، منظورش غنیمته، آیا جهاد ما قبول؟ گفت نه، فقط باید برای خدا باشه. اینجا منظور این است که کسی که به خاطر خدا قرآن رو حفظ میکنه، میخونه، در قلب خودش نگه میداره، اون در آتش هرگز نمیسوزه و قول پیغمبر ما دروغ نیست. و یادتون باشه که من احادیث صحیح رو براتون میگم، 95% احادیث صحیح، 5% احادیث حسن که اونم صحیحه، و 0% احادیث ضعیف، یعنی یک حدیث ضعیف هم من برای شما نمیخونم. موضوع و متروک و نمیدونم باطل و اینا رو کنار بذار، اونا که اصلا نمیخونم، ضعیف هم برای شما نمیخونم، چون نیازی نیست، حدیث صحیح ما زیاد داریم، نیازی به ضعیف نداریم. حضرت عایشه همسر پیامبر اینجا یک فرمایش پیامبر رو برای ما نقل میکنن که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الذی یقرأ القرآن و هو ماهر به مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن و هو علیه شاق فله اجران. میگه پیامبر، از همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگه من از پیامبر خدا شنیدم که ایشون فرمودن کسی که قرآن رو میخونه این با فرشته هاست، یعنی معلومه که قرآن آدم میخونه با فرشته هایی که عمل نیک انجام میدن، بزرگوار هستن، حامل پیام ها هستن، فرشتگان مهم. وقتی قرآن میخونی یعنی مقامش خیلی بالاست. قرآن میخونی ماهر هستی، یعنی خیلی راحت میخونی قرآن رو. اما کسی که قرآن میخونه سخت براش، با من و من میخونه، این دوتا اجر میگیره، یعنی از اون ماهر اجرش پیش خدا بیشتره. این معنیش این نیست که کسی که قرآن رو میخونه و ماهر است بهتر نیست پیش خدا. پیش خدا طبعا افضلتره، چون که دانشمند، داناتره. اما اگر کسی با سختی بخونه دوتا اجر میگیره، یعنی اجرش دو برابر اونه. اولی ببین چقدر اجری داره که فرشته باش هستن، دومی دیگه ببین چی باشه. یعنی منظور تشویق میکنه پیامبر ما خوندن قرآن رو، نگید که من به سختی میخونم یا اشتباه میخونم یا فلان میخونم. و این به یک حساب شما که کوشش خودتون میکنید دیگه، حالا ممکنه زبان شما نباشه، به زبان عجم باشه، عربی نمیدونید، الفاظ نمیتونید صحیح تلفظ کنید، اینها هیچ کدوم مشکل نداره، بلکه اجر شما دو برابر میشه. حدیث رو هم حضرت عایشه نقل کرده و حدیث هم صحیحه. اینجا پیامبر یه مثال زده، حضرت انس ابن مالک از ابی موسی اشعری شنیده که ایشون از پیغمبر خدا شنیده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجه طعمها طیب و ریحها طیب، اترجه طعمها طیب و ریحها طیب، و مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمره طعمها طیب و لا ریح فی لها، و مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانه ریحها طیب و طعمها مر، و مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظله طعمها مر و لا ریح لها. مردم رو چهار قسمت چی کرده؟ مؤمن الذی قرآن میخونه، مؤمن باشه، قرآن میخونه، مثل یک میوه است از خانواده مرکبات، ترنج مثلا، هم طعمش میگه خوبه، هم بوش خوبه، همه چیزش خوبه. تشبیه کرده مؤمنی که قرآن میخونه به یک میوهی که خوش طعم و خوش شکل و خوش بوه. اما مؤمن کسی که قرآن هم نمیخونه هم مثل خرماست، پیغمبر گفته که طعمش خوبه، مؤمن دیگه، ولیکن بو نداره، بی بوه، بی خاصیت بگیم دیگه، اما طعمش خوبه. اما منافقان پس قرآن میخونن. منافقی که قرآن میخونه مثالش مثل ریحانه، ریحان میدونی که بوی خوبی داره ولیکن طعمش، مزهش تلخه. اما منافقی که قرآن نمیخونه دیگه ظلمات در ظلماته، مثل حنظله است که یک میوهی هست، یک گیاهی هست که هم تلخه هم بدبوه. منظور این است میخواد بگه قرآن انسان رو خوشبو میکنه، خوشتم میکنه، خصوصا اگر مؤمن باشه. این دعای رو که در آخر سوره بقره هست رو حضرت ابی مسعود انصاری میگه من از پیغمبر شنیدم در مورد این دعای فرمودن من قرأ آیتین من آخر سوره البقره فی لیلت کفتاه. میگه که کسی که میفرماد، کسی که
دو آیه آخر سوره بقره رو آمن رسول به مامز الهی من ربه و المؤمنون الى آخر فانصرنا علی القوم الکافرین، دو آیه آخر سوره بقره 285 286 میگه این بخونه دیگه شب نیاز نیست کار دیگه بکنه، یعنی این عبادت بسش کافیه برش. و حضرت علی در این باره جمله جالبی دارن، میگن که من فکر نمی کنم عاقل بخوابه و این رو نخونه. احتمالا این حدیث ایشون هم شنیده بوده. حضرت انس بن مالک خادم رسول الله میگه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم من قرأ قل یا ایها الکافرون ادلت له بربع القرآن و من قرأ قل هو الله احد ادلت له بثلث القرآن. کسی که پیامبر فرمودن هر کسی که قل یا ایها الکافرون رو بخونه، سوره قل یا ایها الکافرون، سوره کافرون رو بخونه، مثل اینکه یک چهارم قرآن رو خونده. و کسی که سوره قل هو الله احد رو بخونه مثل اینکه یک سوم قرآن رو خونده. بعضی از سوره ها رو خدا فضیلت داده بر سوره های دیگه، یکی سوره اخلاص، یکی سوره کافرون، یادتون باشه. حدیث صحیح. حالا شما میخواید که تمام شب در عبادت باشی، یعنی عبادت کافی، نه تمام شب عبادت، یعنی اینقدر عبادت کنید که خودتون راضی باشید، خدا هم ازتون راضی باشه. اینجا به ما تمیم بن داری صحابی پیامبر به ما یک راه رو نشون دادن که خودشون نمیدونستن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشون فرمودن. پیغمبر فرمودن من قرأ به 100 آیه فی اللیل کتب له قنوت اللیل. کسی که 100 آیه رو در شب بخونه، 100 آیه رو، آیه کوتاه باشه دراز باشه ما فرق نمیکنه، فرشته ها برش می نویسن که عبادت امشب به طور کامل انجام داد، یعنی ثواب عبادت اون شب رو می گیره. منظور عبادت نفلشه، عبادت فرضش که نمازها رو باید بخونه و بقیه کارها رو باید بکنه، مغرب عشا رو. ولی نفل شب رو اگر 100 آیه قرآن بخونی معادل این است که عبادت برات نوشته میشه در صحیفه اعمالت و روز قیامت حتما خوشحال خواهی شد. حسد یکی از بدترین چیزاست، شما اینو میدونید، اما پیامبر فرمودن دو جا حسد جایزه. عجب، کجا؟ اینو سالم ان ابی از پدرش روایت میکنه که ایشون از پیغمبر خدا شنیده لا حسد الا فسنتین رجل آتاه الله القرآن و هو یقوم بهی آنا اللیل و آنا النهار و رجل آتاه الله مالا و هو ينفقه آنا اللیل و آنا النهار. به دو کس شما میتونی حسد کنی. منظور اینجا حسد غبطه است، غبطه بخوری، حسد که اصلا خوب نیست. یعنی بگه کاش منم مثل این بودم. یک کسی که خدا بهش قرآن داده، یعنی قرآن حفظه یا بلده، به شب بلند میشه یا مثلا شوق داره، به شب بلند میشه، به روز بلند میشه، میخونه قرآن رو زیاد میخونه، به این حسود میکن چون این مقامش خیلی بالاست، غبطه کن، جایزه اینجا حسد که یعنی خدای من کاش مثلی بشم. به کسی که خدا بهش مال داده شب و روز میبخشه در راه خدا، به اونم حسودی کن، به اونم غبطه بخور، بگو ای کاش منم کاش میتونستم مال داشتم میبخشیدم. جالبه که در حدیث دیگه از حالا اینو گفتم بگم که همین که شما بگی ای کاش منم میتونستم بخونم، ای کاش منم میتونستم پول میداشتم میبخشیدم، باز خدا اجرشو برای شما مینویسه. دروازه رحمت الله پاک بسیار وسیع و بزرگه. و یک دانشمندی خیلی حرف خوبی زده بود، یادم نمیره، پای منبرش نشسته بودم، گفته بود که خدا برای بهشت خودش بهانه میخواد که تو رو وارد بهشت کنه، اگه قرار باشه بهاش بدی قیمت بهشت رو انسان نمیتونه بده. بله، دو تا حدیث دیگه داریم که براتون میخونم. بازم شفاعت. حضرت ابوهریره روایت میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمودن یجیء القرآن یوم القیامه فیقولو یا رب هله، میاد قرآن به صاحب قرآن میگن، کسی که قرآن حفظه یا قرآن خونده زیاد، میگه خدایا بهش صله بده، بخشش بده. خداوند قبول میکنه، فیلبسو تاج الکرامه، بهش یه تاج خدا سرش بنده میذاره، بنده ای که قرآن رو بلده، تاج کرامت میذاره. اون دیگه چی با شما نمیدونیم، تاج پادشاهی در مقابلش هیچ هست. قرآن راضی نمیشه، ثم یقول یا رب زده، خدای زیادتر بهش بده. فیلبسو حلت الکرامه، لباس
کرامت بهش میپوشونن که لباس عزت احترام به ما نمیدونیم چیه، حتما چیز خیلی عظیمی باید باشه. قرآن باز راضی نمیشه به کسی که قرآن رو خونده، قرآن باز شفاعت میکنه، میگه که یا رب برز عنه، خدای از او راضی باش، فیرز عنه، خدا ازش راضی میشه دیگه، خدا از یک بنده راضی بشه دیگه تمومه دیگه. بعد از که خدا بهش راضی شد بهش چی میگه؟ فیقال الله، فیقال الله اقرا ورقه، میگه بخوان و بالا برو، بخوان و بالا برو، یعنی هر آیه که میخونه درجهش بالا میره، اگر همه آیات بلد باشه دیگه خوشا به حالش، الله به ما توفیق بده یا از رحمت خودش بده. و یزداد به کل آیت حسنه، و به خاطر هر آیه حسنه ای بهش داده میشه، نه حسنه معمولی، نیکی های معمولی نیست، این چیزی است که روز قیامت اتفاق میفته. و حضرت ابو هریره، این حدیث قبلی که از ابو هریره بود، در حدیث بعدی هم حضرت ابو هریره این حدیث رو بیشتر توضیح میده، یقال لصاحب القرآن، یا ابو سعید این رو چیزی کرده دیگه، این حدیث مرفوع است به پیامبر ما میرسه، یوم القیامه به صاحب قرآن، یعنی کسی قرآن رو بلده، گفته میشه اقرا ورقه فان منزلتك عند اخر آیه تقراها، میگه بخونه برو بالا، میگه جایگاه تو در بهشت، چون میدونید بهشت 100 درجه داره دیگه، جایگاه تو در بهشت آخرین آیه است، یعنی آخرین آیه که رسیدی همونجا میری تو خونت، یعنی چقدر که بیشتر بخونی بلد باشی درجات بالا میره، لذا این چیزی است که حتی باید انسان یکشم از دست نده. خب برنامه امروز رو گفتیم، چیزایی که بود کم و بیش براتون گفتم، حالا میریم یک دو پیام صوتی داریم اونها رو میشنویم و یک دو پیام نوشتاری هم هست. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هر روز جمعه سوره کهف رو میخونیم. چی ثوابی دارد؟ خواهش میکنم به این سوال ما جواب دهید. بیننده عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته پرسیدن که ما هر روز جمعه سوره کهف رو میخونیم چه ثوابی داره؟ ثوابش خیلی زیاده، طبق احادیث نوری برای شما تا هفته دیگه هست، یک حدیث های زیادی داریم، نوری تا کعبه با شما هست تا قبله یک هفته، و دیگه ما اون نور چی باشه؟ نور خداییست دیگه، پس سوره کهف رو خوندن خداوند به شما نوری خواهد داد، و نور روشناییست، نور تاییده، نور این است که راه برای شما بازه، و این جایزه سوره کهف. و من میبینم که اکثر مسلمان ها این رو فراموش نمی کنن که روز جمعه سوره کهف رو بخونند. بیننده بعدی. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه جناب سجودی بزرگوار. سوالی برام پیش اومده بود در رابطه با این موضوع که شما در برنامه عنوان کردید که افرادی که به یاد خداوند هستن و مؤمنن به هیچ عنوان سحر نمیشن، و این حرفتون هم اتفاقا کاملا صحت داره و در قرآن کریم هم ما به صراحت داریم که افراد مؤمن و کسانی که به یاد خداوند هستن دچار سحر و جادو نمیشن. حالا سوالی که برای بنده پیش اومده اینه که شما در کتب صحیح و معتبرتون من جمله صحیح مسلم و صحیح بخاری به نقل از خانم عایشه دارین که پیامبر ما نه تنها سحر شده بود، بلکه به شکل عجیب و غریب و شدیدی هم سحر شده بود که یک سری کارهای ناشایست و ناجایز و شنیع انجام میداد که نه تنها در شأن یک فرد معمولی نیست، بلکه چه برسه به یک پیامبر اولوالعزم الهی. حالا سوال بنده اینجاست که پیامبری که شما برای مخاطبانتون به تصویر میکشید و توصیف میکنید، این پیامبر آیا ایمان کاملی نداشته که دچار این سحر و افسون شده و به این شکل کارهای ناشایست انجام میداده، به یاد خداوند نبوده، یا خانم عایشه به ایشون تهمت زده و به پیامبر خدا دروغ بسته علیه بالله؟ و موضوع دیگری هم این که شما یک سری اذکار و ذکرها رو در برنامه‌تون فرمودید که اگر افراد این ذکرها رو مدام بگن دچار سحر و جادو نمیشن، آیا کسی نبوده که این ذکرها رو به پیامبرتون آموزش بده که خدای نکرده دچار یک همچین سحر و جادویی نشه که یک همچین افعالی ازش سر بزنه؟ ممنون میشم اگر جواب بدیم و پاسخی برای این سوال بنده داشته باشیم. بله، ممنونم از شما. اولا که خانم عایشه نیست، پیش ما ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هستش و هرگز به شوهر خود تهمت نزده و ما دین ما رو از ایشون گرفتیم، و بلا شک ری پیامبر رو سحر کردن، و البته شما شورش کردید که نمیدونه افعال شنی ازش صادر میشده، اینا همه دروغه.
مشکل همین است که راست دروغ رو باید قاطی نکرد، ولی شما این کار رو انجام میدید. مثلا اینطور خیال میکرده که به همسر خود همبستر شده ولی نشده بوده مثلا، یا برعکس چیزی شبیه به این. منده اصل سوال شما این است که شما میگه گفتی آقای سجودی که تو هر کس که این دعاها رو بخونه محفوظ میشه از شیطان و از سحر. خب پیغمبر سحر شده، این جوابت چیه؟ ذکرار بگه باید که سحر نشه، باید که محفوظ باشه از شیطان. پیامبر سیر شده، این که شما میگه قبول داری در بخاری مسلمتون است، این جوابت چیه؟ جواب این است که شما مسئله رو تا آخر ندیدید. میگه شاهنامه آخرش خوشه، عمل رو باید تا آخر ببینی. مثال برای شما میزنم، آیا نه این است دیگه قرآن قبول داری؟ شما ظاهرا با قرآن هم عقیده داری دیگه. نمیگه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ قرآن نمیفرماد که ان لنون سر رسولنا و الذین آمنوا فی الحیات الدنیا؟ خدا از مؤمنین دفاع میکنه و ما حتما 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 یاری میکنیم پیغمبران و بندگان مؤمن خود رو در حیات دنیا. آیا این همه پیغمبران بنی اسرائیل که کشته شدن، اینا مگه پیغمبر نبودن؟ خدا اینا چجوری یاری کرد که کشته شدن، سر بریده شدن؟ حضرت حسین مؤمن نبود که سر بریده شد؟ آیه غلطه یا تفسیری که شما ما و شما داریم الان، یعنی بخوام اینجوری تفسیر کنیم، غلطه. پیامبر ما بالاخره تو جنگ احد مثلا خدا گفته من از تو دفاع میکنم و تو رو پیروز میکنم. در جنگ احد دندونشون مثلا شکست در جنگ، اما آیا پیروز نشدن در زندگی و در جنگ ها؟ شما فقط یک قطعه نبر. بله پیامبر ما رو سر کردن، اما آیا نه این است که فرشته اومدن کمکش؟ فرشته برای چی اومدن کمکش؟ بقیه حدیث هم بخون دیگه. جبریل و میکائیل اومدن که این مریضه، مشکلش اینه و مشکل حل کردن. چرا باید به پیامبر خداوند یک چیز خاص بده؟ به دلیل اینکه الله پاک مؤمنین رو مدد میکنه دیگه. مؤمن بوده، ذکر میگفته، ولی این معنیش نیست که تو نیفتی. میفتی، بلند میشه، آخر مسئله چی شد؟ هیچی نشد. بزرگترین جادوگرا رو علیه پیغمبر آوردن. بخاری مسلم میخونی، درست بخون، کاری از پیش نبردن، بلکه این باعث شد که مردم ایمانشون به پیغمبر ما زیادتر بشه، که سر سرش تاثیر نکرده، گرنه غول سهاری از چیز آوردن. مگه نه اینکه خداوند وقتی که به موسی گفت که این ساحرا باطل هستن، بازم موسی فرار کرد علیه السلام یا نه؟ وقتی سر شد موسی اون دید، ترسید، اوجسا خیفتن، در دل خودش یک ترسی پیدا کرد. خدا گفته نه ترس. خب ما باید بگیم آقا موسی ایمان نداشته؟ نه، این یک مرحله از جنگه. آخرش موسی پیروز شد یا نشد؟ آخرش پیغمبر ما پیروز شد یا نشد؟ پس شما نکته رو درست نگرفتید. ما نگفتیم که مثلا، ما حتی حدیث داریم که پیغمبر وقتی که نماز خوند شیطان بهش حمله کرد، پیغمبر مثلا دفش کرد. این نیست که شیطان کار خودش نمیکنه، اما زورش نمیرسه. کسی که سوره بقره میخونه، نیست که شیطان نخواد بهش اذیت برسونه، اما نمیتونه برسونه. ولی کسی دیگر سر میکنه تا آخر عمرش هم مسحوره، بدبخت بیچاره است. پس مسئله اینجوریه، شما فقط یک صحنه رو گرفتید، دیگه نگرفتید که پیغمبر اون سر رو باطل شد و این کمک الله بود، ثواب همون ذکرا بود. بیننده عزیز، سعی کنید که اگر شما از اول حسن زن به حضرت عایشه می داشتید، اصلا اینطور صحبت هم نمی کردید. خب به هر حال حق دارید دیگه، مذهب ما نیستید، حق ندارید، ولی هم نیستید دیگه میگید. اینم جواب من. اگر بازم جواب دارید من پخش میکنم از اول تا آخر. شما عادت من میدونید که من حرفای شما رو پخش میکنم. خب یک بیننده نشون ندید اینا رو دیگه، من فقط میخونم. دو تا سوال پرسیدن. یک بیننده پرسیده که میخواستم بگم نماز حاجت چجوری خونده میشه. ببینید، خود نماز الله میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاه، از نماز کمک بخواید. در حدیث ما داریم پیامبر وقتی که امر بزرگی اتفاق میافتاد، حادثه بزرگی اتفاق میافتاد، میرفت نماز میخوند. در حدیث ما داریم که گفت هر کس که وضو کنه، خوب وضو کنه، دو رکعت نماز بخونه، از خدا حاجت بخواد، حاجتش خدا میده، استغفار بخواد، استغفارش خدا قبول میکنه. پس عموما نماز، هر نمازی خودش نماز حاجته، متوجه هستید؟ و کار خوبیه که انسان برای از خدا که مدد میخواد نماز بخونه و بعد از نماز با خشوع از الله پاک حاجت خودش بخواد، در تشهد حاجت خودش بخواد، در سجده حاجت خودش بخواد. این همه جای قبولی دعاست. پس
لفظ خاصی نیست، احادیث هست، ولی گویا اون احادیث علما اختلاف دارن، اکثرا میگن ضعیفه دیگه، من چون که ضعیف است براتون پخش نمی کنم. بیننده دیگه هم گفتن پس فهمیدی دیگه، نماز بخون و حاجتتو بخوا، همین نماز عادی رو دو رکعت نماز نفل بخون و بعد از نماز دست بلند کن حاجت بخوا، یا در بعد تشهد بخوا قبل از سلام و در سجده، و نماز رو با خشوع بخون و وضوع با خوب بگیر. بیننده پرسیدن که ما منتظر برنامه آن روز سکه استاد انصاری هستیم، چرا پخش نمیشه؟ باید بهشون بگیم که بالا منم دلیلش نمیدونم، ولی این میدونم که از طریق شبکه هیچ مانعی نیست، حتما ایشون مشغله شخصی داره. احادیث چیزای دیگه هم برای ما اومده، ولی من فکر میکنم که اینها مربوط به این برنامه نمیشه، بذارید به برنامه برهان قاطع پخش میکنم. پس شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.